با عجله باشگاه ول کردم اومدم به خاطر اینا. خوب نیست، اینم خوب نیست، این بدک نیست، این دیگه چیه؟ اینم یه جورای بد نیست. بابا داشتم کار میکردم. آره دیدم دیدم، چی انتخاب کردی؟ نشونم بده ببینم. شنیدم از برادرت عذرخواهی کردی، دلشو به دست آوردی، آفرین. ولی فکر نکن هر بار بیادبی کنی به این راحتی بخشیده میشی، باشه؟ باشه بابا، متوجه. انتخاب کردی بابا؟ این خیلی کم سن و ساله، همسن خواهر خودته. چطوری میتونن با این سن کم وارد آزمونو بشن؟ خانواده هاشون چطور اجازه میدن؟ واقعا درکش خیلی برام سخته، متاسفم، خیلی متاسفم. یعنی انتخابش نکردی؟ من قرار نیست انتخاب کنم، تو انتخاب میکنی، وقت طرف نکن، کارمون جدیه. به این دخترها زنگ بزنیم بگین انتخاب شدن، به این یکی حتما زنگ بزنیم. ولی آقا کازم گفتن این یکی خیلی کم سنه. آقا سینان هم گفت حتما حتما باش تماس بگیریم، فهمیدی؟ چشم قربان. الو الو، فضیلت خانم؟ بله. از شرکت اگمن تماس میگیرم. بله، مرحله اول پشت سر گذاشتیم. ما چیزو میگیم؟ انتخاب زیباترین صورتو؟ درسته. ممنونم. منتظر مرحله دوم هستیم. باشه باشه باشه. مرحله اول رد کردی دخترم، ازت ممنونم عزیزم، خیلی ممنونم. دختر خوشگلم وایسا. آها بذار یکم از این بزنم زیر صورتت. آهان به گردنتم بمالم. با وجود این که مدرسه میری اینجوری ها. آفرین به دختر قشنگم. خدا میدونه وقتی مامانش بهش برسه و آرایشش کنه، ترگل برگلش کنه، اون وقت چقدر قشنگ میشه. از همه مهمتر این که قرار نیست دیالوگ حفظ کنی. شانس آوردی شانس، برای تو کاری نداره دخترم، مگه نه؟ ماشاءالله. آفرین باریکلا. عکس دختر خوشگل من به عنوان زیباترین مدل شرکت بزرگ اگمن چاپ میشه و همه جا پخش میشه، همه جا. اون آژانسایی که ما رو رد میکردن میان دم خونه صف میکشن، و وقت ما اینجوری براشون میکنیم. بریم پی کارتون. وای بس کنین تو رو خدا، دو ساعته دارین این حرفا رو میزنین. هجه عزیزم، تو درس و مشق نداری؟ الان چه وقت درس و مشق آبجی؟ برای اولین بار یه مرحله مهم رو پشت سر گذاشتم، تازه این بار قرار نیست چیزی حفظ کنم، زیبایی صورتم کافیه. بله همینه، آفرین. ببین چه فکرای خوبی میکنی، همیشه همینجوری فکر کن، مثل خواهرت جغد بدیام نباش. خب ساعت چنده؟ فیلمم شروع شده، اینقدر منو به حرف گرفتین که یادم رفتم. وای باورم نمیشه آبجی. خب نظرت در مورد کار تو ویله چی؟ همین یکی رو کم داشتیم. هیچه این یاسین واقعا منظورش از ویلا ویلای اگمن اینا بود؟ آره واقعا، ماما میگفت الکی میگن اما راست میگفتن. فکر کن مامان بتونه بره تو اون ویلا. حالا مگه ویلا چیه؟ خونه است دیگه، خونه یه آدم هست. تنها فرقشون با ما تو پولشونه. خونه ما دو تا اتاق و یه سالن داره، خونه اونا چند تا اتاق مختلف داره، مگه چیه؟ همش ویلا ویلا ویلا. این آزمون زیبایی تو هم که از اون طرف خراب شد رو سرمون.
خوشگل من، از صبح تا شب فقط به همین فکر میکنی خواهر جون. تو مدرسه میری، درس و مشق داری، ولی اصلا اهمیت نمیدی. وقتی 3 سالت بود بابا بهت ریاضی یاد میداد، ولی تو با تناب مامان اینجوری هم نیست آبچی. من بر این که رابطم با یاسین خوب بشه قضیه ویلا رو قبول کردم. دست از این فکر رو بردار. نه شرکت تو این آزمونا، نه یاسین، نه ویلا. چیزی که به دردت میخوره اینا سجه، میفهمی؟ پاشو بیه اینجا، این تست رو تمومش کن، تکالیفتو انجام بده به خاطر خواهرت. پاشو دیگه.